سلام میدم شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و وایسی سی هفته با مجید دارابیگی است. سلام بر تو مجید جان. سلام بر تو و بینندگان عزیز تلویزیون برابری. همزمانی سالگشت قتل عام زندانیان سیاسی با این کشتار عامدانه مردم ایران به خاطر فتوای کرونایی خامنه ای با آغاز ریاست جمهوری یکی از این آمران قتل عام زندانیان سیاسی رئیسی و تایید دولتی از این قاتلان و غارتگران و امنیتی های گوش به فرمان بیت رهبری، باز هم با دادگاه یکی از عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت و آماده سازی یک حلقه دار دیگه برای زندانیان سیاسی کرد، یکی از به نام حمید قربانی، در این حال هک شدن دوربین های اوین ما رو به سوی در واقع دهه خونین 60 و اون کشتارها پرتاب میکنه. دوره‌ای که امروز با گورهای دست جمعی هزاران انسان قربانی کووید 19 همراهه که به خاطر فتوای خامنه‌ای برای عدم ورود واکسن‌های معتبر جهانی و ممنوعیتشون همراه شده بود. با اون فتوای خمینی روبرو هستیم که قتل عام هزاران زندانی سیاسی رو رقم زد، فتواهایی که جز برای تحکیم حکومت اسلامی، برای نابودسازی سازمان یافته همه چیزهای انسانی در کشور ما در واقع رقم خورده. شما به عنوان یکی از زندانیان سیاسی دو نظام، خصوصا زندانی سیاسی دهه 60 که اون جنایت های خونبار سال 1360 و خرداد و در واقع چند سالی اول 60 رو به تماشا نشستید و رفقای گرامی و عزیزی چون هرمز گرجی بیانی رو در 28 مرداد 58 و یحیی رحیمی رو در همین خرداد 60 از دست دادیم، شما چطور دیدین این دوره رو؟ چطور نگاه میتونید بکنید به اون تصویری که تاکنون بوده؟ نگاهی که آدم به قضیه داره، واقعیتش این است که ذهن آدم مثل یک دوربینی که مسائلی را در خودش حفظ کرده باشه، هر بار که رجوع میکنی باز میشه، همون تصویر را نشون میده که جا افتاده. درست است که مسئله کشتار جمعی زندانیان در سال 67 نقطه پایانی بر یک دهه خونین بود، اما سیاست کشتار از همون فردای انقلاب آغاز شد و اگر چه قیام صورت گرفته بود و در ظرف چند ماه اول متعرض نیروهای انقلابی و دموکرات نشدند، اما از همون عید 58، یعنی در حالی که کمتر از 6 هفته از قیام بهمن میگذشت، هم در سنندج و هم در ترکمنصرا عوامل جمهوری اسلامی به کمک ارتش شاهنشاهی که در اختیار گرفته بودن تعرض خودشون را آغاز کردند. و همون گونه که شما اشاره کردید، درست از مرداد 58 کشتار مردم اورامانات توسط ارتش و اعزام خلخالی که یکی از نخستین کسانی بود که از جانب خمینی به عنوان حاکم شهر انتخاب شد، اعزام شد به منطقه از اورامانات تا برسه به مرز قصر شیرین و از سوی دیگر
به کردستان تا برسه به سقز و بانه، شهر به شهر و روستا به روستا، مردم را با محاکمات یک دقیقه‌ای به رگبار مسلسل بستن. اما اوج این سرکوب در خرداد 60 آغاز شد، یعنی پس از برکناری بنی صدر و تظاهرات عمومی مجاهدین در اعتراض به برکناری بنی صدر، حکومت در واقع شروع کرد شمشیرها را از رو بست و بازداشت عمومی، گشت خانه به خانه، ترورهای خیابانی، به طوری که قفاری در خیابانهای تهران برای مردم تظاهر کننده نارنجک پرت می کرد. یعنی گستاخی به اونجا رسیده بود که در خیابان مردم را می کشتن. عوامل حکومتی هر جا اجتماعی بود این اجتماع را با گلوله متلاشی می کردن. اما صحنه اصلی در درون زندان ها می گذشت. در اوین، در بدر بیش از 25 شعبه در دادستانی انقلاب مرکز روزانه در بازجویی های سری، شکنجه های ضربتی و فرستادن به پشت بند 4 بند اوین که به زندان اوین معروفه، هنوز هم جایگاه زندانیان سیاسی است. در اون زمان هنوز سالن اعدام ایجاد نکرده بودند، بنا نکرده بودند. شبانه انبوهی را به گلوله نمی‌بستند و زندانیان در واقع تیرهای خلاص را می‌شمردند و ما خود که مدتی در بند 4 بودیم تا از مهر 60 تا آخر دی ماه 60 که سالن اعدام آماده شد در کنار دادستانی، شبانه پس از اعدام‌های جمعی که مثل در وقت ریختن شلمان آهن بود، رگبار مسلسلی که مثل توپ در این دامنه اوین بازتاب داشت و به دنبال اون تیرهای خلاص بود. البته گاهی اوقات هم تیرهای خلاص خارج از شماره بود، چون به بعضی ها بیش از یک تیر می زدن. کسانی که بودن پس از اینکه تیر خلاص خورده بودن مشخص بود بعد هنوزم نیمه جانی داشتن و باز هم به پیکر نیمه جانشون باز هم تیر خلاص می زدن. شکنجه مرزی نداشت، فریاد شکنجه‌گران تمامی نمی‌شد. بعداً این شعبه‌ها را کمش کردند، تبدیل شد به 10 شعبه که تقسیم شده بود. شعبه‌ای که اختصاص داشت به نیروهای کمونیست، شعبه‌ای که اختصاص داشت به مجاهدین، شعبه‌ای که اختصاص داشت به امور بهائی ها و کسانی که در امور در واقع ارز مبادله ارز بودن. این در واقع دادستانی تا پایان سال 60 سازمانی پیدا کرد، ولی اتاقهای شکنجه یک لحظه خالی نمی‌ماند. در زمان شاه اگر در کمیته مشترک یک اتاق بود یا در اوین 2 اتاق بود، جمهوری اسلامی هر کدام از شعبه‌هاش به تنهایی یک شکنجهگاه بود. در همون اتاق شکنجه آدم‌ها را آویزان می‌کردن و می‌زدن. در شکنجهگاه‌ها هم آدم‌ها را به تخت می‌بستن، مثل زمان شاه شلاق می‌زدن کف پاها را، و هم اینکه آویزان می‌کردن ساعت‌های متمادی با دو دست را به دستبند می زدن، آویزان می کردن. نوع دیگر از آویزان کردنش هم این بود که
زندانی را تو زمین نگه می داشتن، هر دو دست را از پشت دستبند می زدن و مثل توپ فوتبال چند بازجو و پاسدار اون را لگد می زدن و در کمیته توحید که زمانش را کمیته مشترک ضد خرابکاری نام داشت، حوزی در کف طبقه پایین وجود داشت. در فصل سرمای پاییز و زمستان و بهار زندانیان را گاه با همون دستبند در داخل حوز مینداختن و مثل به قول خودشون یک موش آب کشیده بیرون می آوردن تا زندانی می لرزید تا وقتی که تمکین کنه به خواستای بازجو و تسلیم بشه. و می بینیم یک وجهش شکنجهگاه بود، وجه دیگرش شکستن آدم ها بود، نشون دادن تصویر زندانیان در تلویزیون، مصاحبه هایی که به زندانی تعمیل می شد. وقتی همه اینها را نگاه می کنی می بینی تابلو وحشتناکی که در سال 60 در زندان‌های کشور که من صحنه کوچیکی از ابین را در اون کتاب زندان جمهوری اسلامی مطرح کردم، در سر تا سر کشور وجود داشت، در اصفهان همینجور، در اهواز همینجور، در کرمانشاه و بندرعباس همینجور، در رشت و بندرانزلی و هر جای دیگر کشور دست بذاری، از سنندج تا ارومیه، از ارومیه تا شیراز، از شیراز تا کرمان و زاهدان، تا گرگان و بهشهر، جایی در کشور پیدا نمی کنی که زندانی سیاسی را به بند نکشیده باشند، جایی را سراغ ندانی که حکام شهر در دادگاه های چند دقیقه ای حکم را صادر نکرده بودند. در مواردی حکم اعدام در کمتر از 5 دقیقه بود، اما آنگاه دادگاه طول بکشید که میخواستن زندانی را بشکنن، یعنی زندانی که زیر بازجویی نشکسته بود اینجا در دادگاه میخواستن بشکنن. و این بود که مواردی که دادگاه طول میکشید مواردی بود که حاکم شهر دیگه به اون شکنجه بازجو هم اکتفا نمیکرد، خودش با زبانش، با بیانش و گاه حکام شهر پا می شدن و زندانی را کتک می زدن. مواردی که زندانیان از حکام شهر شلاق خوردن کم نبوده. در کرمانشاه حاکم شهری بود به اسم موحدی قمی که این آدم خودش شکنجه می کرد، یعنی سوای این که بازجوها شکنجه کرده بودن، سپاه پاسداران بازجویی و شکنجه کرده بود، پس از دادگاه خودش شکنجه میکرد. وقتی که مطابق میلش نبود زندانی را میبرد اینقدر شکنجه میکرد تا بیاد به حرف اون تمکین کنه. این در واقع گوشه های ایست هست. اما بخش پایانی زندان که 7 سال از 67، از خرداد 67 تا شهریور 67 طول کشید، همینجور که اشاره کردید، صدور فرمان خمینی بود، انتخاب گروه مرگ بود، این گروه مرگ ستن بودن، یکیش حاکم شهر دادگاه های اوین بود به اسم حسین علی نیری، یکیش مرتضی اشراقی بود دادستان انقلاب مرکز و رئیس‌جمهور، یکیش مصطفی پور محمد بود از جانب وزارت اطلاعات و رئیسی اگرچه حکم خمینی نداشت اما به نیابت از طرف مرتضی اشراقی در این کشتار شرکت میکرده و به گواهی شماری از کسانی که از اون اتاق استندن از همه بیشتر شدت عمل نشون میداده و یکی از کسانی بوده که پا به پای 2 نفر دیگر رأی میداده، چون در این بیدادگاه
اجماع سه نفر نبوده، رأی دو نفر کافی بوده. یعنی خمینی گفته اصل بر کشتنه و اینها در واقع میخواستن بین چند هزار زندانی سیاسی که سالهای متمادی را در زندان به سر برده بودند و چهره هایی بودند که جامعه روشون حساب میکرد، نمیخواستن این آدم ها را آزاد کنن، چون ترس این داشتن که مبادا پس از مرگ خمینی منتظری به مقام رهبری برسه و با فرمان عفو شماری از این زندانیان وارد جامعه بشن. اینها میخواستن زندانیانی که توان تحمل شکنجه و شرایط دشوار زندان را داشتن زنده وارد جامعه نشن و در واقع کسانی را آزاد کردن که دیگه به تسلیم واداشته بودن. وقتی میگویم شرایط زندان، گفتن با دیدن خیلی فرق میکنه. در یک اتاقی که 6 متر در 6 متر است، گاه تا 120 نفر زندگی میکرد. تصور این که در این اتاق که به اندازه 5 متر مربعش هم جای وسائل مختلف از ظرف آب و غذا و اینها رو در کم کنیم، میبینیم در 30 متر مربع وقتی 120 نفر را میخوابونن، معنیش این است که در 1 متر مربع چطور تونستن 4 تا آدم را بخوابونن؟ آدم هایی که پای 2 نفر سر 1 نفر تو پای 2 نفر بوده و وضع غذا از اون بدتر، وضع زندگی از اون بدتر. و نگاه کنیم جمهوری اسلامی از خرداد 60 ملاقات نداد تا پایان دی ماه 60، یعنی 7 ماه جمهوری اسلامی به زندانیان ملاقات نداد تا معلوم نشه کی مونده کی مرده، کیا کشتن کیا نکشتن، چون همه اسامی در جریان سال 60 هم 67 هم اولین کاری که کردن ملاقات زندانیان را قطع کردن. از پایان جنگ تا پایان آبان ماه به مدت 6 ماه 5 ماه و نیم زندان را قطع کردن تا کسی ندونه کی کشته شده کی زنده مونده. و اونگاه به قول معروف که آبها از آسیاب افتاد، یکی یکی به تدریج شماری از جانباختگان را اعلام کردن. این در واقع این رشته سر دراز داره، امیدوارم به این شنوندگان عزیز را رضایت تصویر حقیقت رو میخواید دردناک و فاجعه‌باریه که ما در واقع تجربه کردیم و این تجربه‌ایه که مدام در حال تکراره. ما در این حال که میشه گفت که این تصویر برای این هم ماند که به خاطری که مادران وفادار خاوران، خانواده های خاوران در واقع با ایستادگی طولانی مدتشون در دفاع از خاوران، در دفاع از آرمان های بچه هاشون، با بزرگداشت یاد اونها تا حد زیادی پرچم دادخواهی و زنده نگه داشتن و آرمان ها و یاد بچه هاشون رو در واقع پیش بردن و پیگیری کردن. تو این دوره ما شاهدیم که جنبش های متعددی تو این علارغم تلاش های تبعیدیان و گرایشات مختلف و نهادهای مستقل مدافع حقوق انسانی در واقع و گروه های واقعا چپ و برانداز حکومتی، ما شاهد دفاع از این آرمان ها همواره بودیم و در کنار واقعا مادران خاوران این قضیه ادامه پیدا کرده و ما شاهدیم که نه فقط با برگزاری سمینارها و سالگشت های کشتارها در واقع این یاد و این تصویر زنده موند که فراموش نشه، فراموش نمی کنیم، در این حال به یاد بیاریم که چه بر سرنوشت ما گذشت و چطور حکومت اسلامی به قول شما در این کشتارگاه بزرگ خودش تونست تحکیم بکنه.
تو این دوره ما اکنون شاهد جنبش های دادخواهی گسترده هستیم، چون ما از اولش هم اشاره کردم با فتوای خمینی در کشتار مردم کردستان، فتوایی که در واقع هم جهاد خمینی علیه مردم کردستان بود، از اون آغاز شد با فتوای خمینی برای تعیین حاکم شرع دیوانه به نام خلخالی یا گیلانی و لاجوردی، در واقع قتل عام‌های بزرگ از مدرسه رفاه آغاز شد. همش فتواهای خونین بود که امروز با فتوای خونین دیگری به نام فتوای خامنه‌ای در واقع محروم کردن مردم از واکسن روبرویم، که اون گورهای دست جمعی سال 67 رو به یاد ما میاره، گورهایی که قربانیان رو بدون این که به تعداد گذاشتن و معلوم نشد چه کسانی بودن، چه جوری بودن، چه تاریخچه‌ای داشتن، برای خانواده ها و مردم روشنه، مثل همین الان که این در واقع برای همه خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست میدن تو قربانگاه روشنه، و این دقیقا این گورهای دست جمعی ما رو پرتاب میکنه به همون گورهای دست جمعی سال 67. و دادخواهی که هست، دادخواهی که الان برای کشته شدگان و قربانیان آبان ماه 98 هست، 96 هست، و قربانیان در واقع هواپیمای اوکراینی، ما شاهدیم یک جنبش دادخواهی در کنار این جنبش شکل گرفته و اون جنبش دادخواهی مادران خاوران رو روز به روز تقویت میکنه، یه چیز گسترده تری شده. و خوشبختانه همین مدافعان حقوق انسانی که علیه خامنه ای و در رژیم اسلامی شکایت میکنن، اعتراض میکنن، خواهان و دادخواهی قربانیان رو فریاد میکنن، نشون میده که یه جنبش بزرگی رو ما با شاهدیم. تو این دوره باز همزمان هست با دادگاه نوری، کسی که یکی از کسانی که در واقع به عنوان عاملان قتل عام زندانیان سیاسی در گوهردشت در سوئد جریان داره. این قضیه چقدر میتونه پیوند بخوره با محاکمه، یعنی هم خواست محاکمه عاملان و آمران کشتارهای خونین چهاردهه و خصوصا دهه اول انقلاب؟ همینجور که اشاره کردید، الان در کشور ما متاسفانه روزانه رقم بزرگی با بیماری کرونا تلف میشن که فرد اینها را بایستی در شمار جان باختگان این 42 سال دانست، زیرا در شرایطی که شخص خامنه ای و روحانیون سطح بالای حوزه های علمیه پیشا پیش اینها را واکسینه کردن، با فریزر، با واکسینه‌ای که از آمریکا وارد کردن از طریق شیخ نشین ها، و در این حال فتوا دادن خامنه ای و دیگران که ما از غرب وارد نکنیم، با این بهانه که ما آزمایشگاه نیستیم، در حالی که غربی ها خودشون استفاده کردن، به شهروندهای خودشون دادن، شهروندهای آمریکا، انگلیس، آلمان و اروپا اولین کشورهایی بودن که از این استفاده کردن. این در واقع فتوا رسواترین سخنیست. بنیاد مذهب دروغه، فتوا از برجسته‌ترین دروغشه، و اینها در واقع با فتوا که ابزار سرکوب عمومی شده، قضیه کشتار مردم را ایدئولوژیکی کنن. خمینی اومد کشتار را شرعی کرد، خامنه ای الان اومد فتوا داد که گروه های حقوق بشر اجازه ندارن وارد کشور بشن، کسی نیاد جنایت را از نزدیک بررسی کنه، در حالی که از هاشمتن هم فتوا دادن که زندانیان را ترور کنن در زندان ها، فتوا دادن که رسیدگی نکنن. حالا یک ور قضیه است،
مردم به زبان اومدن میگن ما نمیبخشیم، فراموش نمیکنیم، میخوایم اینها در یک دادگاه عادلانه در کشور محاکمه بشن. هر کدام از عوامل شکنجه که در مرزهای یک کشور دموکراسی پیدا بشه ما تحویل میدیم. کما اینکه اگرچه شارودی بیمار بود، اما شارودی که برای مداوا به آلمان اومده بود در شانهانوور، وقتی که متوجه شدند که این آدم وارد خاک آلمان شده، جنایتکاری که 10 سال در صدر قوه قضایی بود میبایستی محاکمه شد، که اومدن با کادر دیپلماتی از کشور خارجش کردن، زیرا داشتن کادر دیپلماسی در جیب مادامی که در این کشورها متعرض جرمی نشده نمیشه بازداشتش کرد. اون در واقع اومدن با کارت دیپلماسی واردش کردن و نتونستن نگرشون داشتن، چون قاضی های بودن که با وجود کارت دیپلماسی ممکن بود حکم صادر کنن. اینه که در واقع امروز محاکمه نوری در سوئد یکی از در واقع کارگزاران چهره سطح بالایی نبوده، اما مأمور هم بایستی مجازات بشه. آدم ها میتونن دست به کشتار نزنن. شمار کسانی که در این جمهوری اسلامی کنار کشیدن کم نبود. آدمی مثل منتظری در سمت معاونت خمینی تا پایان نیومد، اگرچه در جنایت یک ده جنایت جمهوری اسلامی شریک بود، اما یه مرزی داشت، اونجا گفت من نیستم. شمار زیادی امروز از روحانیون ممتاز در بازداشت به سر میبرن یا با این حکومت مخالفن، زیرا مرز جنایت یک مرزیست. جمهوری اسلامی سرانش مرزی را نداره. امروز دولتی که سر کار آمدن، دولت جنایتکاران به تمام معنا حرفه ایست، و میبایستی علیه فرد فرد از وزیران و کارگزارانشان در هر کشور اروپایی اعلام جرم کرد، شناسایی کرد و از دادگاه محلی تا دادگاه مرکز اینها را تحویل داد. زمان به سود اینها نیست، زمان به سود عدالته. مردم ایران خوب درک کردن که زمان دادرسیه. در همون جمهوری اسلامی هم اگر این حکومت بقا پیدا کنه خود مجبورن تن بدن. اما یک نقطه را من میخوام اشاره کنم. جمهوری اسلامی با نشون دادن یکی از مادرانی که من سوال داشتم اینو فقط همین میخواستم به صورت سوال مثلا که اینجا بایستی یک پاسخ روشن بدیم که موضع مادران موضع اون نبوده. نه همین، من دو تا سوال دارم تو این زمینه. اول همه این هک شدن دوربین های زندان اوین هست که برخی اینا در واقع تا حد زیادی همون سیاست سکوت و انکار و سکوت و مخفی کردن و نشون دادن به اصطلاح سویت های اوین که برای ممتازان حکومتی هست، اینها رو به عنوان زندان نشون میدادن، ولی تا حد زیادی این دوربین ها که فقط برای زندانیان عادی اساسا در واقع پخش شده نشان دهنده اینه که همون سیاست قبلی در واقع هست. یعنی اگر مرداد و شهریور 67 با نام های بینام هزاران زندانی رنگین شد و سکوت با دارهای سالن حسینی و آمفی‌تئاتر و همون احکام مرگ در واقع بر زندان تعمیر شد و ملاقات ها قطع شد، همین چیزا شما گفتین، و ماشین مرگ با چراغ خاموش در حال ساختن مرگ بود توی کشور و خانواده ها در انتظار بیخبر سکوت و این
اوین و گوردش مدام در حال تکرار. بقیه الان دقیقا در مورد بقیه زندان ها ما میدیم در مورد آبان دستگیر شدگان آبان 98، دستگیر شدگان آبان دیماه 96، دستگیر شدگان تمام این کمپین ها و کارزارهای اجتماعی ما همواره سیاست ها هست، ولی خوشبختانه به واسطه اینکه جنبش مقاومت داره قوی تر میشه این تا حد زیاد خیلی چیزا منعکس میشه. الان این دوربین ها یک دفعه رفت یک چیزی رو نشون داد که ای بابا چقدر راحت حتی زندانیان عادی رو با این تحقیر و شکنجه و فاجعه زیر فشار برای تحقیر میذارن، برای درهم شکستنشون. در کنار این یک باره ما شاهدیم که مادر محمود طریق الاسلام که یک طلبه و فقیه بود در اصفهان، این رو یک دفعه که در سال 60 با دستور خمینی که میگفت جاسوس همسایه ها باشید، جاسوسی برای اسلام حلالم هست، همون جوری که براش هر کاری برای حفظ حکومت اسلامی مشروع بود، از آدم کشی و آدم خاری تا دزدی و دروغ و همه چیز بود، جاسوسی رو هم، جواز جاسوسی و جنایت و فروش فرزند رو هم گذاشتن. محمود طریق الاسلام که یک زندانی قدیمی دوره شاه و یکی از مقاومترین زندانیان بود و در زمان جمهوری اسلامی هم هرگز اطلاعاتی نداد و در واقع همه اطلاعات او در مورد یارانش، رفقاش در واقع محفوظ نگه داشته شد در قلبش و در ذهنش، اومد استفاده کرد از این، استفاده ابزاری کردن از اون مادر و اون مادر رو آوردن به عنوان یک مادر نمونه جمهوری اسلامی، یعنی یک مادر جاسوس بچه فروش رو گذاشتن که بگن این نماد مادرانه. اما ما میدونیم که نماد مادران ایران نماد مادران خاورانه، ستار بهشتی هاست، مادر پرتوی هاست، مادر قائدی هاست، مادر ریایی هاست، مادر آبکناری هاست، مادران فراوانی هست که مثل شیر وایستادن، پهلوانان قهرمان جامعه ما بودن و ایستادن. ستار ما گوهر بهشتی که با عکس ستار این مادر ماست، نرگس محمدی، نسرین ستوده، سفیده قلیان، اینان نمونه های مادران و خواهرانی که وایستادن، مادر بهتیشه که وایستاده، اینه و این اونا بودن سمبول های اون. ولی یک باره الان همزمانی علنی کردن اون، در واقع دوباره تجدید خاطره کردن به اون دهه 60 دقیقا همینه. یک مادر فقیه رو شما به عنوان مادر نمونه دهه 60 در زمانی معرفی میکنید که یکی از جلادان دهه 60 و اعضای کمیسیون مرگ رئیس جمهورت شده، یکی از جلادان مطبوعات، یکی از فتوا دهندگان قتل و قاتلان نویسندگان و فعالان قتل‌های زنجیری، رئیس قوه قضاییه است، یکی از سرکوب کنندگان کثیف و چماقداران دهه 60 و به قول معروف سرکوب کنندگان کوی دانشگاه، رئیس مجلس و قاتلان، به قول شما قاتلان امنیتی ها در دولت و مجلس همه گرد اومدن. اینو چطور واقعا میتونید بکنید؟ چون شما محمود طریق الاسلام رو هم خب به خوبی میشناسید. خب به نظر من توضیحات کافی را دادی. جمهوری اسلامی تلاشش این بوده که بگه این آدم هایی که سیاسی بودن حتی در درون خانواده خودشون هم ایزوله بودن، همه با ما بودن. اون موقع آدمی به اسم رجایی که نخست وزیر بود، بعد شد رئیس جمهور و بعدم در انفجار نخست وزیری از بین رفت، میگفت اطلاعات 36 میلیونی. خمینی هم میگفت هر کس در دوروبر خونش
4 تا خونه را بپاد دیگه کسی کاری نمیکنه. به یک اعتبار میخواستن همه مردم را وادار کنن به جاسوسی، به اطلاع. اون چی که در مورد محمود طریق الاسلام، این آدمی که با سازمان مجاهدین خلق بود، در همون دوره‌ای که سازمان مجاهدین خلق بخشی از اینها مارکسیست شدن، این از شمار کسانی بود که مارکسیست شده بود. یک سال تمام در زندان بود، در زندان اصلا بروز نداد زیر بازجویی که ایدئولوژی سازمان عوض شده، حتی تظاهر میکرد نماز میخوند به خاطر که اونها فریب بخورن، در حالی که اعتقاد دیگه به نماز خوندن نداشت. پس از انقلاب هم این راه کارگری شد، در زندان خط چاری بود، راه کارگری بود، در زندان هم یک چهره مبارزی بود، اطلاعاتی هم نداد. اون چی که در رابطه با اون و مادرش بود، در واقع مادر را واسطه کردن که این را بشکنن و به احتمال قریب یقین فریب احساسات را خورد، یا شاید تلاش کرد مادر را ابزاری کنه که به نوبه خودش از زیر فشار بازجویی و شکنجه رهایی پیدا کنه. اما وقتی که به این قضیه نگاه میکنیم، از هر دو جانب یک خطا بود، هم برخورد اون رفیق محمود یک برخورد حساب شده نبود، بلکه میبایستی قرص و محکم رو در روی مادر وامیستاد، چون باید میدانست که جمهوری اسلامی شوخی بردار نیست، اونم آدمی که در جمهوری در رژیم شاه چه بسا در ترور خیابانی ترور شد یا اعدامش میکردن. و این اشتباه کرد که با نصاب، مادرم اشتباه کرد، مادرم بعدا به اشتباه خودش پی برد و در واقع منزوی شد، بدجوری هم منزوی شد، خیلی از بچه‌ای که خبر داشتن اون مادرم منزوی شد. نمونه مادر طریق الاسلام بسیار محدود بود، شاید اگر همه اونها را در سر تا سر کشور جمع کنی، مادری که بچه‌ش لو داده، برادری که برادرش لو داده، چون در همون اصفهان یک برادر حزب اللهی برادر دیگرش لو داد، برادرش اعدام کردن، یکی اون کسی که اعدام شد یدی اسمش بود، اسم مستعارش از بچه‌های رزمندگان بود، متاسفانه اسم اصلیش نمیدونم. شب عروسیش مثل ماجرای سید سلطانپور، شب عروسی برادر باش یک دو کرد، زنگ زد به کمیته‌ای در اصفهان، اومدن برادر را شب عروسیش بردن و دو هفته بعد اعدام شد. یعنی از این ماجراها اتفاق افتاد ولی محدود بود. زندانیان سیاسی، آدم‌های مبارز، پناهشون خانواده‌ها و بستگانشون بودن. مادران از هر جریانی بیشتر فرزندانشون، مادران از 30 خرداد تا دیما که در زندان ها برای ملاقاتی باز شد، در انبوه هزار نفری در پشت اوین جمع می شدن. اما کور بشه اون چشمی که اون انبوه را ببینه، اون مبارزه خاوران را نبینه و بیاد به 4 نمونه مثل مادر طریق الاسلام علم کنه، این در واقع رسواییست. جمهوری اسلامی امروز که آبروش رفته میخواد بگه ما تنها نبودیم، خانواده‌های زندانیان سیاسی هم با ما بودن. فقط آقای رئیسی نبود آدم میکشته، مادر طریق الاسلام هم میگفت بکشین. این در واقع پیام اینه، منتها این پیام یک پیام رسواییست، این هیچ مشکلی را در جامعه حل نمی‌کنه. کیست که صبح از خواب پاشه و نبینه همسایش مرد، هم محلش مرد، فامیلش مرد، و دست نبره به سوی جنایتکاری به اسم خامنه ای، به اسم رئیسی در سمت قوه رئیس قوه قضاییه
دادستان دیروز، کشتارگاه دیروز و برای مردم واکسن تهیه نکنن. و امروز میگه خبرهای خوشی دارم که واکسن تهیه میشه. خفه شو، چه خبر خوشی داری؟ کشورهای دیگه 6 ماه حل کردن، شما 6 ماه روزی 500 تا از مردم را میفرستید به سردخانه؟ چه جوابی دارید؟ فردا به خودتون بدید، به بستگان خودتون بدید. نه اصلا این حقیقت رو میخواد، این رسوایی نشون میده که چقدر حکومت ایدئولوژیک مذهبی چقدر برای یک جامعه، یعنی اون تصویر مادر محمود طریق حتی اگر فقیه حتی نبود، یا تصویری که شما میگید برادر برادر رو لو داد، همسایه همسایه رو میداد، تصویر یک فاجعه است. تصویر یک دولت ایدئولوژیک، یک دولتی که نه بر پایه به رسمیت شناختن اختلافات، نه بر پایه حق تعیین سرنوشت مردم، دموکراسی، پذیرش گرایشات مختلف، که انسانیت، انسانیتی که در رنگارنگی متنوعی خودش رو جریان داره، نشون میده که چقدر این ایدئولوژی تمامیتگرا چقدر توهی از انسانیت، چقدر توهی از همه چیزهای انسانیه که میتونه باشه. توی این دوره در واقع توهی شدگی از انسانیت، در همین دورهی که رسمیت دادن به ریاست جمهوری یک جلاد، رسمیت دادن به ریاست قوه قضایی یک قاتل، رسمیت دادن به یک ریاست مجلس یک چماغدار سرکوب کننده دانشجویان، ما شاهدیم که احمد فراستی، سواکی دوره اعلی حضرت که به اصطلاح ایشون جز رؤسای رکن سوم یا اداره رهبر عملیات اداره سوم سواک بوده، توی کلاب هاوس بعد از همنشینی های فراوان با بی بی سی، آیت الله بی بی سی، برای پاک کردن چهره سواک، این بار در واقع دستش کامل رو کرد. اولش از سواک گفت که با ارزش های فراوانی بود و انکار کردن دوری سخت، از همکاری روشن سواک با روحانیت و خصوصا پول دادن های حقوق مداوم آیت الله خمینی و حتی خامنه ای و دستگاهش و روحانیت گفت. در این حال یک چیز دیگری در این همراهی ها گفت، گفت شلاق نوش جانتان. وقتی این شلاق نوش جانتان رو گفت، برای من یک بار این حرفای قشنگ آقا رضا پهلوی و اون مهربانی های خانم فره، شهبانو فره و اینا، یک دفعه همه چیز رنگ باخت و فهمیدیم که مثل این که واقعا این جنایت های جمهوری اسلامی، این فاجعه و بختک جنبش اسلامی که بر جامعه ما و بر منطقه ما هست، یک بار ما رو فراموش میکنه آدم که در چه دوری زندگی کردیم. شما دوری شما هم زندان بودید، ما هم که همه در زندان بودیم در برای ملاقات ها و شنیدن حرفای دو سه تا از این اصلاح طلبان حکومتی که پدرانشون در زندان بودن، مثل اینکه خیلی هم بعدم محترمانه این آخوندها رو، آیت الله طالقانی و آقای رفسنجانی رو میبردن زندان، من رو اصلا شوکه کرد که چه فرقی بود بین مخالفین سکولار و ترقیخواه خانواده هاشون با این خانواده های اسلامی. حتی مخالفین که با احترام میومدن خونه، با احترام آقا رو میبردن یه ذره آب خنک بخوره و بعد برش گردونن، ولی بچه ها فرزندان
بهترین فرزندان مردم ما از نمیگم فقط بیژن جزمی و مسعود احمدزاده و حمید احمدزاده و خانواده رضایی ها و این همه، از آدم های مختلفی که چجور قربانی شدن، بچه ها عزیزان ما که توسط رژیم شاه 9 سال زندان بودن و بعدا توی رژیم خمینی اعدام شدن، ماها اصلا آتشی واقعا بر چیز من گرفت که یک دفعه من یاد او آپولوها و شلاقها و قپانیها افتادم و او خانه هایی که الان بعدا شد عبرت. شما چطور واکنش رو نسبت به این احمد فراستی و این ساواکی هایی که در گروه فرشگرد و گروه طرفداران رضا پهلوی هستن چه هست؟ من اولا خوشحالم که این صحبت را کرده. من اصلا از اینکه این صحبت را کرده به هیچ وجه شدم، چون یه واقعیتی گفته. واقعیت این است که متاسفانه در کشور ما دو تا آلترناتیو عقب مونده هست. بخشی که همین جریان حکومتی باشه میخوان ما را به دوره محمد برگردونن، ما را به دوره چوپان رمیلی برگردونن، سلطنت طلبا میخوان ما را به اصل کوروش برگردونن. چهره ای که رضا پهلوی بچه ای که از 15-16 سالگی از ایران اومده، خانم فره که تا وقتی که شاه بوده زدن تو سرش گفتن تو صحبت نکن، حالا اومدن در فضای دموکراسی اروپا دم از دموکراسی میزنن، ایده ای هم نمیفهمن، میگن رژیم شاه بابا بهتر بود. یعنی بزرگترین خطا در این است که ما فراموش کنیم چرا ملت انقلاب کرد. مگه مردم دیوانه بودن که انقلاب کنن؟ حتی 5 سال پایانی شاه که پول اور تو ایران ریخت، حتی یک آدم هایی که میان دانشمندانه میگن شاه ملی بود، نمیگن به چه حقی 12 میلیارد دلار پول را ریخت تو کاسه آمریکا که اسلحه بخره، ولی خیابان‌های تهران آسفالت نبود. سپه غربی و خیابان آریانا وصل میشد به خیابانی که اسمش اشرف پهلوی بود. خیابان اشرف پهلوی که میخورد به پادگان جی آسفالت نبود. در همون زمان 12 میلیارد دلار، 12 میلیارد دلار امروز پولی نیست، اون زمان خیلی پول بود، رفت به کاسه آمریکا. 400 میلیون پوند که برابر 1.2 میلیارد دلار بود رفت کاسه انگلیس. تانک چیپتن بخریم هنوز نگرفتیم. 5 میلیارد فرانک رفت تو کاسه فرانسه. 2 میلیارد دلار رفت تو کاسه عربستان سعودی، ببخشید کاسه انور سادات تو مصر. نفت مجانی با اردن و اسرائیل. حالا این وضعیت رفاه مردم، این همه پول از کشور رفته. حقوق معلم 750 تومن بود. من زمان شاه وقتی که بازداشت شدم 11 سال سابقه آموزگاری داشتم، حقوقم در تهران 560 تومن بود. پس از افزایش بهای نفت در سال 55 یک آموزگار در تهران استخدام می شد به 1100 تومن. از این 1100 تومن نزدیک 200 تومن کم می شد، 900 تومن حقوق می گرفت. یعنی این به لحاظ مالی شدیم. اون بر شکنجگاه رژیم شاه به 2/3 از روحانیون پول میداد. حسابشون روشن بود. بزرگترین آیت اللهی که در کرمانشاه بود آقای جلیلی، بسیار آدم شریفی هم بود، الان آخوندم بود، در حال از اون آدمایی بود که با کشتشم. حسابش
تو ساواک بود، با این جمهوری اسلامی هم همکاری نکرد. وقتی هم بهش گفتن از این میترسی، گفت نه من تنها که نگرفتم، اتفاقا حرفی که گفتن بود، گفت آقای خمینی هم این پول گرفته. یعنی این حرف را آدمی در اسفند 57 در کرمانشاه به یک عده که به دیدنش رفته بودن آقای جلیلی گفت، آخوند معروف کرمانشاه، رئیس حوزه علمی کرمانشاه، بسیار ادیب خوبی بود، برادرش هم شاعر و ادیب بود، بسیار شاعر برجسته ای، شعراش هم شنیدم که جمع شده، خود اونم پا پای برادرش شعر میگفت. ولی میخوام بگم که این تازگی نداشته که این ساواکی گفته. ساواکی اومده دو چیز را اعتراف کرده، که اینها در زمان شاه با جمهوری اسلامی فرقی نداشتن، جمهوری اسلامی از اینا یاد گرفت، شکنجهگرانش رو به خدمت گرفتن، اونایی که در ایران موندن معدودی از بین رفتن قبوله، ولی اکثریتشون با اینا همکاری کردن، اداره هشتم و سوم با اینا همکاری کرد. همون روزهای اول قیام، دو روز پس از قیام، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اداره کار میکنه، اداره سوم کار میکنه، میگه از سفارت شوروی سابق با یک نفر از مجاهدین تماس گرفتن، الان قرار است اطلاعاتی را، پرونده‌ای را تحویل بدن. این در واقع همکاری اون دستگاه با اینا بود. پیش از این که فراستی این حرف بزنه، پرویز فرنژاد زمان شاه اسمش بود دکتر جوان، اونم در اکیپ‌های گشت بود با همین احمد فراستی، اینها در تعقیب زندانیان بودن. اون هم اومد گفت فشار بود. آره، اون به این گستاخی نگفت نوش جانتون، این به این گستاخی میگه نوش جانتون. اونهایی که به این امید بستن، اونها باید تکلیف خودشون روشن کنن. نظام شاهنشاهی به این دلیل سقوط کرد که یک حکومت سرکوبگر بود، افشا شده بود این حکومت زندانیان سیاسی را شلاق میزنن. حتی زندانبان، آدمی، سه تن از زندانبانان را که جمهوری اسلامی اعدام کرد، منصور زمانی برادر خود شما دکتر غلام را چندین ساعت آویزان کرد که مشکل کمر پیدا کرد، نه اون، صدها نفر دیگری زندانیان را به انفرادی می بردن، یوغ را به پاشا می بستن، شلاق می زدن. زندانی که زندان می کشی محکومیت گرفته بود، بایستی دوران زندانش می گذشت، از شکنجهش نمی گذشتن. این آقای فراستی که امروز میگه نوش جامدون، اعتراف می کنه که اینها شکنجه می کردن، به دروغ آدم هایی را زندان کردن. من یک بار در اون کتاب زندانشا نوشتم کارگر و بنا یک کسی را در یک سینما بازداشت کرده بودن که یک اعلامیه پرودتش بود. این آدم را چندین روز در خیابانهای تهران میگشتونن که کی تو اعلام داده، تصادفان یکی از اینا میبینه میگه این کارگر و بنا هرگز همدیگر را ندیده بودن، ولی کارگر و بنا را رژیم شاه شکنجه کرد، به هر دو محکومیت داد. همون کاری که جمهوری اسلامی کرد، جمهوری اسلامی آدمی را شکنجه کرد، گفت من در قتل دانشمندهای اتمی شرکت کردم، و پس از این که اعدامش کردن گفتن نه اشتباه بوده. یعنی وقتی که احتیاج داشتن، جمهوری اسلامی از رژیم شاه یاد گیره، یک اتفاق افتاده بود، رژیم شاه به خاطر این که بگه ما فورا گرفتیم، یک بانکی را زده بودن، رفته بودن سه تا خروس را توی اوین درکه سر بریده بودن،
چند تا خبرنگار را بردن، اون را نشون دادن، گفتن چریکایی که بانک را زدن ما اینجا بازداشتشون کردیم، اینجا به گلوله بستیم، این خونشونه. همین را تهرانی در بازجوییش افشا کرد. یکی از اون آدم ها همین فراستی بوده با این دکتر جوان با چند تا دیگه. اینها رسوایی هاشون رو باید بگن، به جای اینکه امروز وجدان داشته باشه بگن ما ننکاشتیم، اگر ما این کار رو نکردیم شاید حکومت شاه هنوزم سر کار بود. شاه دبد را بود، گفت من خبر نداشتم. اونهایی که به این فراستی امروز امکانات میدن بایستی یاد بگیرن اینها شکنجه‌گرانی بودن که به اذیت و آزار زندانیان سیاسی افتخار میکنن. این بی بی سی میبایستی زندانیان سیاسی را بیاره رو در رو بذاره، میره اگر چپ میاره میره سراغ فرخ نگهدار که یک بریده چپیست که طرفدار جمهوری اسلامی شده، یا ساواکی هایی را میاره بیان از انبوه زندانی های زمانش را بیارن تا بگیم در زندان چه گذشته. وقتی که آدم را میبستن چهار تا از اون آدم های قلچما تناب کابل دو متر و نیمی دستشون بود، وقتی که سی تا کاب میزدن خودشون به نفس میافتادن، چهار نفری دو به دو میزدن. این نبود نوشه جان. نوشه جان چیه؟ شکنجه کردید، بایستی اون را الان گرفت و بازداشت کرد. اگر اون ساکن انگلیسه، اگر در انگلیس یک قاضی شریف پیدا بشه، بایستی همین فردای عمل برای اون اعلام جرم کنه. من اگر آدرس اون آدم را بدونم از دادگاه شکایت میکنم. آدمی که بگه نوش جانتون، اون آدم خودش شکنجه‌گر بوده. امروز در قوانین کشورهای مترقی شکنجه مشمول مرور زمان نیست. آدمهایی را بازداشت میکنن که 80 سال پیش با نازی ها همکاری کردن، طرف را با 98 سال میارن تو دادگاه محاکمه میکنن. دادگاه پزشک تایید میکنه که میتونه یک سال زندان میکشه، یک سال در زندان نگرش میدارن. این آدم ها احمد فراستی، فرنژاد، پرویز ثابتی، اینها را بایستی فرد فرد شناسایی کرد، تحویل دادگاه داد. اینا به جرم جنایت علیه بشریت فرد فردشون باید محاکمه بشن. فقط نوری نیست، اینا هم نوری هستن و اتفاقا از نوری هم بدترن، به خاطر اینکه اگر نوری یک آدم دست دوم بوده اینا آدم های دست اول بودن. این در واقع بیش از این که شکستی برای ما باشه، برای زندانیان زیان شما افتخاره و برای اینها ننگه. برای خانم فره و آقای رضا پهلوی هم که دم از دموکراسی میزنن این یک ننگه، باید برن این ننگ پاک کنن، باید سریع و روشن اعلام موضع کنن که این آدم های جنایتکار را ما را نمیدیم. یعنی امروز برای من تفاوتی بین فره و رضا پهلوی و فرنژاد و ثابتی و فراستی نیست تا مادامی که سریع و روشن اعلام موضع نکرده باشن. اینا همه سرته یک کرباسن. دقیقا نشون میده که در واقع چقدر نظام دیکتاتوری و توتالیتری که در واقع در نظام اعلی حضرت و نظام پهلوی بود با این نظام در واقع برخواسته از گور که از در واقع اون نظام برخواست چقدر با هم ارتباط دارن و چقدر نزدیکی های فامیلی. فامیلی یعنی شکنجه و کشتار برای رام کردن مردم و تحکیم یک قدرت استبدادی و ضد مردم. درود بر تو مجید گرامی و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری به گفتگوی سیاسی نفتران توجه. سپاس فرمان. درود بر شما و بینندگان.